بازم صبحتان بخیر بیننده های خوبمون، در ادامه صبح خورشید قرار داریم و نخستین مهمان ما رسیدن و در کنار ما هستن آقای محمد صفا فرزی که ایشان استاد دانشگاه هستن، در رابطه با چرا انسان ها دلتنگ می شوند در زندگیشون صحبت های می داشته باشن. سلام استاد، خیلی خوش اومده. سلام صبح، زنده و سلامت. در سلام احترام خدمت شما اعضای بیننده، آرزو دارم که صبح بسیار خوب و عالی و قشنگ آغاز کرده باشه. ممنون از شما استاد. خب بیشتر صحبت ها رو می داشته باشین در مورد دلتنگی. حالا دلتنگی نه شاره مشناسه و نگه داره، همه دارن. اینگیز نیست که کسی که مطرح هست یا هم کسی که پول دار هست و اصلا دلتنگ نمیشه و اصلا هیچگاه استرس استراب نمی داشته باشه. پس بیشتر صحبت ها رو در این مورد می داشته باشیم چرا حالا بالاخره با کدام روش ها می تونیم پیش بریم تا دلتنگی خود را رفع بسازیم یا هم دور بسازیم از خود. بحث دلتنگی یک بحث هست که عوامل مختلف وجود داره در این زمینه. وقتی ما به دلتنگی نگاه میکنیم میبینیم که خود دلتنگی یک مشکل نیست، خود دلتنگی یک علامی، یک مریضی و مسائل مختلف میتونه باشه. من چند تا علامه را میگم که اینا بر میخوره به مسئله دلتنگی. حالا اگر خود دلتنگی را بگوییم، دلتنگی امو حالتی که با یک بیقراری، یک حالت برهم ریخته که با بیقراری امراه هست. زمانی که فرد میایه و آدم بیقرار و آدم دلتنگ میشه، یکی از بزرگترین عواملش برمیخوره به مسائل روانی که در قسمت روان اگر فرد درگیر استراب باشه یا انزایتی داشته باشه، میتونه بیقرار شوه یا میتونه دلتنگ شوه. در کنارش استرس و استراب و مسئله افسردگی و بیکاری و اینا، مشکلات فیزیکی هم همراه هست. همین قسم اگر فرد مثلا مشکلات عصبی داشته باشه، مشکلات تنفسی داشته باشه، مشکلات قلبی داشته باشه، اینا هر کدامش اثرگذار است روی خود دلتنگی. اما من فکر میکنم هدف شما این است که یعنی خستگی یا این که فرد خسته میشه بالاخره حال خسته شد باز دلتنگ هم میشه، که باز در این بخش عوامل دیگه وجود دارم. روزی که ما از خستگی و دلتنگی صحبت میکنیم که فرد معمولا دلتنگ میشه، بیقرار میباشه، در خانه میایه خانه خوش نمیایه، اگر بیرون میره بیرون خوش نمیایه، اگر وظیفه میره وظیفه، این قسم یک وضعیت اگر میداشته باشه، عوامل مختلفی در این وجود داره. مثلا عامل اولی که میشه در صحبت کرد بی‌معنا شدن زندگی هست. وقتی که بر ما زندگی بی‌معنا شد، خب اگر ما در کارم باشیم کار امو زندگی از دیگر، اگر در خانه هم باشیم زندگی هر جا باشیم همین قسم یک وضعیت میباشه. روزی که ما بی‌معنا میشه این زندگی بر ما، رو میاریم به سمت سوی خستگی و دلتنگی که تو این وضعیت را میتونه خلق بکنه. مسئله بعدی مثلا بی انگیزه بودن است. اگر فرد آدم بی انگیزی باشه برای انجام هر کار، این میتونه دلتنگ شه هم میتونه خسته شوه. و در کنارش اگر زندگی یک نواخت شوه، زیاد وقتا زندگی مثل ماشین میشه، همین که بر ماشین شما یک کار را میسپارین نمو کار، فقط اگر 100 بارم برش یک کار را بسپارین نمو کار انجام داده میره. همین قسم اگر بر فرد زندگی یک نواخت میشه، زندگی فرد همچنان خسته میشه و هم دلتنگ میشه. دقیقا استاد. خب حالا استاد، افراد اشخاصی که دچار این مشکل هستن یا هم زمانی که خسته میشن و دلتنگ میشن، میتونه تاثیرات بگذاره روی روابط اجتماعیشون یا خیر؟ 100% وقتی ما آدمی باشیم که ای جای خوش ما نمیایه، ما آدمی باشیم که در هر جایی قرار میگیریم دیگه او جای به میل ما نیست، خب معلوم دار است دیگه روی روابط اجتماعی اثرگذار است، روابط اجتماعی را آسیب میزنه، خصوصا روابطی که میان خانواده هست، میان زن شوهر و اطفالی که در خانه وجود داره، دیگه اونمون رابطی که بسیار گرم بسیار داغ رابطی خوب باشه، اون رابطه دیگه وجود نداره، یا آسیب میخوره. بله واقعا استاد. خب بعضی ها هستن زمانی که دلتنگ میشن میخواین دوری داشته باشن با دوستای خود، با این همه صحبت زیادی نداشته باشن، چون همو دلتنگیشون باعث نشه که دیگرا برنجن. اما بعضیا فکر میکنن که شاید حالا اینا مغرور شدن یا هم حالا اینا نمیخواین که با ما صحبت های داشته باشن، کسی دیگه دوستشان شده و ما برشون خسته کن تمام شدیم. هیچ کم میتونه بالای خود یک فرد که حالا دلتنگی داره یا دچار مشکل هست مشکل ساز باشه برش. بحث مهمی است که ما دو آدم هستیم، ما دو آدم هستیم، یکی آدم فیزیکی در ظاهر ما را مردم میبینه، یکی آدم درونی. معمولا آدم ها که از لحاظ فیزیک آسیب میبینن، اینا زیاد نوازش داده میشن، اینا زیاد مورد پذیرش قرار میگیرن، برشان یکان نوسانه، یکان چکر، یکان وظیفه باشه، یکان رخصتی، یکان ماش اضافه تو گپا کنن، اینا میتونه باشه دیگه. اما وقتی فرد از لحاظ روانی آسیب میبینه، باز اینی مسائل دیگه نیست. مردم که میبینه خب یه آدم گوشه نشین است، خب مثل شما چیزی که شما گفتین، حالا یه آدم مغرور شده، یه آدم نمیخواه، یه آدم حتما پولدار شده، چی میگه سرما خدا یک رقم میکنه، اینی قسم مسائل
بیشتر شده میره. حتی در خانواده ها زیاد وقتا وقتی ماینه خانه از زمین میگه میگه استاد من مریض هستم، در خانه میگه مریض هستم، میگن تو مکر میکنی، تو دروغ میگی. خب وقتی چون این وضعیتی میباشه، حتی همو پدر خانواده، کسایی که در همو خانواده هستن نمیخوان پول مصرف کنن، میگی پول که مصرف میکنیم به جای است، تو خود جور دیار هستی، تو خود دیوانه نیستی که ما بطور ببریم پیش دکتر. اینی قسم وضعیت ها میتونه باشه. وقتی فرد دلتنگ میشه 100% این گوشه نشین میشه، میخواد دوری بکنه، میخواد با مردم زیاد گپ نزنه، ارتباطات ایناش کمتر باشه، باز توقعات مردم هم بیشتر میشه از یادم که خب یادم چون همراه ما نیست، چرا نیست، باید باشه، چون وضعیت بیشتر میباشه و رابطه رو خراب میکنه و اون فردی که خودش اینمی آسیب خورده زیاد وقتا گفته نمیتونه که من چون این وضعیت چون این مشکل را دارم. حتی زیاد وقتا بر ما که زنگ میزنن یا میاین چون میگن استاد امی چیزی که من براتون میگم لطفا امیر کس دیگه خبر نشه. حتی مثلا آمده پدر دختر میگه پدر خب روند درمان قسمی هست که ما باید با خود فرد صحبت بکنیم، مثلا پدر بیرون رفته حرفا رو میگه، میگه شو امیر کس خبر نشه، پدر من نگویی که علی کدام وضعیت دیگه پیدا نشه، یعنی خیلی معذرت میخوایم چون این وضعیت در جامعه ما وجود داره. خب استاد مشکلات خیلی زیاد است، حالا با کدام نکات یا هم با تطبیق کردن کدام راه و روش ها میتونیم خستگی و دلتنگی مون را کاهش ببخشیم؟ اگر بخوایم مشکل خستگی و دلتنگی را از بین، خب حالا نمیشه از بین برد، حداقل کنترلش بکنیم، ما بیایم روی عوامل کار بکنیم. ما زیاد وقتا مثلا با عزا که برمیخورم، یعنی در کم افراد هست که استراب یعنی در حد کمترش است. این استراب چی؟ استراب مالی هست، چی استراب صحت است، چی استراب اجتماعی هست، اینا بیشتر در وجود عزا وجود دارن. اینا اگر ما میخواییم دلتنگی را از بین ببریم، باید این استراب از بین ببریم، باید استراب کنترل بکنیم. چگونه کنترل بکنیم؟ راه های درمان وجود داره در این زمینه که میتونه با روانشناس، میتونه با دوا که شیوه های مختلف برای استفاده میشه. یا مثلا اگر فرد افسرده هست و این می افسردگی باعث شده که دلتنگ میشه، که معمولا هم کسایی که افسرده باشه مثلا شام که میشه دلتنگ میشن، شب که میشه دلتنگ میشن، فضا که تاریک میشه، تنها میباشن، اینی وضعیت ها بهشون به وجود میاد. چطور میتونن این را از بین ببرن؟ باید افسردگی را از بین ببرن، یا مثلا استرس داشته باشن، یا مثلا مشکل قلبی تنفسی یا عصبی داشته باشن. یکی از مسائل مسئله عصبی هم هست، یعنی اعضایی که خب مشکل عصبی دارن که از مشکلات عصبی معمولا با دوا حل میشه، اگر مشکلات عصبی را حل نکنن دیگه راهی برای درمان وجود نداره. اما وقتی ما میگیم چطور این خستگی را از بین ببریم، من چند تا راهکار میگم. در قسمت اول ما زندگی را یک نواخت نسازیم، یعنی هر روز در کارهای ما تغییر باشه. مثلا هر روز ما میریم صبح میریم شام میاییم دونم یک کار هستیم، دیگه هیچ کدوم تغییری وجود نداره. من نمیگم که نه شما این کار رها کنین برین در کشور دیگه، این قسم تغییر نیست دیگه، کالا حساب نکنین که باز افغانستان چطور میشه که ما بریم در کشور دیگه. در همون کار خود ما تغییر بیاریم، مثلا هر روز یک رقم لباس میپوشیم امروز تغییرش میدیم، هر روز یک قسم غذا میخوریم امروز یک مقدار تغییرات میاریم در ازی، هر روز مثلا با همون چهار نفری که در گرد بر ما هستن با اینا صحبت داریم، نه یک چکری هست نه یک جای رفتنی هست، از امروز یک تغییراتی میاریم در این، یعنی امی یک نواخت بودن زندگی اگر یک تغییرات درش بیاید بسیار کمک ما میکنه که ما از دلتنگی ها و خستگی ها دور شویم. بس دوم مسئله انگیزه داشتن است. ما دو نوع انگیزه داریم، یکی انگیزه درونی، یکی انگیزه بیرونی. انگیزه درونی که معمولا خود ما میخواییم یک کار انجام بدیم، خود ما تصمیم میگیریم میریم حرکت میکنیم، که معمولا اگر افراد دارای انگیزه درونی باشه اینا موفق تر است از کسایی که انگیزه بیرونی میتونن داشته باشن. این باید وجود داشته باشه، اگر نباشه انگیزه بیرونی. انگیزه بیرونی یعنی به معنا من اگر رفیق خود دیدم یک کس رو دیدم رشد کرده، این انگیزه میگیره من هم رشد میکنم، که این انگیزه هر روز باید رشد داده شه. که من تشبیه میکنم میگم انگیزه مثل خوردن غذا میمونه، اگر شما غذا نخورین خوب گرسنه نمیشین و اگر زیاد چا شاید هم از بین برین دیگه. و همین قسم اگر ما انگیزه نگیریم کارا رو انجام دادن نمیتونیم. هر روز باید زمینه رو برای انگیزه خلق بکنیم که یک بحث کلان است. بحث بعدی هم خلق چالش ها در زندگی هست. اگر ما میخواییم آدمی باشیم که خسته نشیم، کسی باشیم که دلتنگ نشیم، چالش خلق بکنیم و حلش کنیم. این چالش ها چگونه میتونه باشه؟ مثلا برای یک محصل اگر میخواد چالش خلق کنه،
سیمینار دادن یکی از چالش ها هست که خودش میتونه خلق بکنه. امی که اشتراک کردن مثلا در چنین برنامه هایی که شما میایین با جوین گشاده و با لبخند آغاز میکنین و مردم یک دنیا انرژی میدین هر صبح، اگر بیاین مثلا در رشته تخصصی خودش بیاید چهار تا جمله رو بر مردم بگه، اینمی خلق یک چالش است و اینمی باعث مجبور میسازه فرد که برای مطالعه کنه، مجبور میسازه که تلاش کنه، کار کنه که مثلا یک برنامه را داشته باشه. یا مثلا برای یک ورزشکار برگزار کردن یک مسابقه خلق یک چالش است، میتونه یک چالش باشه برای فرد. اگر ما در زندگی خود هر چقدر چالش خلق کنیم، اما قدر انگیزه میگیریم، اما قدر موفق میباشیم، اما قدر خوب میتونیم رشد بکنیم، نه دیگه خستگی وجود داره، نه دیگه دلتنگی وجود داره، همه چیز رخت بسته میکنه و میره. بله واقعا. خب استاد، بعضی هستن که این زمانی که دلتنگی پیدا میکنیم یا هم استرس و استراب میداشته باشیم، بعضی البته خواب نمیداشته باشن، اما بعضی خوابشون خیلی زیاد میشه، هیچ خواب میتونه مشکل ساز باشن. بحث خواب یک بحث مهم زندگی است. ما یک سلسله نیازا داریم. ابراهام مازلو یک مثلث اشاره میکنه، در این مثلث دو تا نیاز که در ردی پایین قرار داره که یکی از اون نیازها نیاز به خواب و خوراک و نوشیدن این میگپا هست که در مرحله اول قرار داره. خواب یک نیاز است. اگر اینمی خواب پوره نشه، کامل نشه، تکمیل نشه، حداقل ما خواب درست نداشته باشیم، هیچ وقت نمیتونیم بیداری درست داشته باشیم. یعنی شما هر کس را میبینین که در جریان روز هم تو کچ راه میره، حافظش خراب است، مثلا احساس ناراحتی داره، بدنش درد میکنه و ده ها مشکلات دیگه که میتونه خلق بکنه، که گرچه عوامل دیگه هم داره، یکی از عواملش کمبود خواب است یا درست نبودن خواب است. وقتی ما به مشکلات خواب نگاه میکنیم، مشکلات خواب را به دو قسمت تقسیم میکنیم. یکی خود مشکلات خواب که میتونه مثلا عوامل مختلف داشته باشه، که خراب شدن خواب، که مثلا فرد خواب میره، در نیم شب از خواب بلند میشه، بیدار میشه، خوابش نمیبره، این قسم وضعیت میداشته باشه. و یکی کسایی که هیچ خواب نمیره، یا چیزی که شما گفتین مثلا خوابشان بسیار زیاد میشه یا هیچ خواب نمیداشته باشن، اینا دقیقا روی موفقیت های زندگی اثرگذار است. اما این که چطور بتانیم مثلا مشکل خواب حل کنیم، باز برمیخوره و مسئله مثلا اگر فرد افسردگی داره، باید افسردگی حل شود تا مشکل خواب حل شود. حتی ای از زیاد وقتا مثلا میرن خسران یک تابلنت خواب میگیرن به خاطر از اینکه بخوابند، هیچ درد را دوا نمیکنه، بجز از اینکه حتی فرد میتونه که آسیب بزنه و وضعیتش خراب بکنه. زمانی مشکلشان حل میشه که مشکل افسردگی یا هر مشکل دیگه باشه، که افسردگی زیاد شایع هست، امور ما زیاد یاد میکنیم دیگه، مشکلات و اختلالات هم وجود داره. دقیقاً استاد. خب استاد، بعضی از افراد اشخاص هستن بر این عقیده، میگن زمانی که یک موضوع یا هم یک مشکل شما را ناراحت میسازه یا هم دلتنگ میکنه، همان موضوع یا مشکل را روی یک کاغذ سفید بنویسین. این چقدر میتونه کمک کننده به یک فرد باشه؟ این دقیقاً همون حوج بیکس بودن، حوجی است که فرد هیچ وقت مراجعه نمیکنه پیش دکتر، هیچ وقت نمیخواد گپ خود با دیگران شریک بسازه، حالا یک راهی را برای درمان به خاطر از اینکه یک راگکی باشه که حداقل این آدم و لازمی مشکلات نجات پیدا بکنه، باز میگن بنویسین. ببینین، روزی که ما یک دردی داریم، یک غمی داریم، اینمی باید گفته شوه، اینمی باید ابراز شوه. اگر ما دردی داریم اما تو پنهان باشه، اما تو مانده بره، این تبدیل میشه مثل از این میمونه که شما بگیرین یک جک بگیرین در داخل از این مثلا زهر ریخته برین، اما تو مانده میره دیگه، خب بیرون نمیشه تا زمانی که یک فرد بیای بنوشه، این نمی قسم. یا مثلا داخل یک ظرفی که بیایم ما هر روز باروت پر کرده بریم یک روز انفجار بکنه، همین قسم ما میتونیم وضعیت داشته باشیم. اگر ما خب همگی دیگه درگیر مشکلات زندگی هستیم، اگر مشکلات خود ما نگوییم، این مشکلات اما تو دفع نمیشه، این مشکلات از چند طریق بیرون میشه. یکی از اون راههایی که مشکلات بیرون میشه، دردهای روانتنی است. مثلا یک کسی در زندگی خود زیاد رنج داره، اینو میره به هیچ کس نمیگم. اگر شما ببینین این آدم زیاد بدنش درد میکنه، این دردها دردهای فیزیکی نیست که یک علتی داشته باشه، این دردها بیشتر برمیخوره به مسئله روانی، چون ذهنش ناراحت از دردهای فیزیکی پیدا میکنه و از اون طریق ایراد دفع میکنه. رای دوم، به خاطر از اینکه ایره بتونه دفع بکنه، که اگر امو دردا مانده، باز با جنگ و با دوا و با دشنام با اینی چیزا ایره دفع میکنه. اما راه سومی که وجود داره که بهترین راهکار است، من فکر میکنم اول خب باید ما پیش روانشناس مراجعه کنیم، چون ما همین قسم که دندان درد میشیم، چشم درد یا دیگه اعضای بدن ما درد میکنه، پیش متخصصش مراجعه میکنیم، باید پیش روانشناس مراجعه بکنیم، با او صحبت بکنیم. اگر نیست یا زمینه مساعد نیست یا مشکلات است، باز اون زمان
ما میریم می نویسیم و او را میگیم آتش بزنیم که به خاطر از اینکه گپک ها و نارا کس دیگه پیدا نکنه که دیگر روز بیاییم که یک جنجال دیگه پیدا شده. حتی میگیم بریم بیشتر به آب بگوییم نالا باز بانین برازی گفته برین. چرا؟ به خاطر از اینکه انعکاس نداره. خب در کل اگر بگویم در دیگه دنیا رسم بری هست که اونا یک چیز دارن به نام امام روانی، گرچه دلایل خاص خود داره، مثلا اونا بیشتر کسی نیست همراهشون گپ بزنه، وظیفه و کاربار اینا. حداقل ما یک بار مراجعه میکنن پیش روانشناس، حتی هیچ مشکل نداره، اما میخوای با او صحبت بکنه که حداقل یک امام روانی بگیره که دیگه مشکلات وجود نداشته باشه نمونه. پس به این خاطر ما حداقل اگر نتونستیم بریم پیش دکتر روانشناس، باز خوب است که بنویسیم آتش هم بزنیم شه خانه رو در نگیریم و مرقه در بتیم. بله ممنون از شما استاد، از اینکه تشریف آوردین. حرفای خیلی زیبا، ولی باید همیشه در زندگی دقت زیاد داشته باشین، دوست را انتخاب کنین که راز نیازی داشته باشین، اما ترس و راز از این نداشته باشین که فردا همون حرفا پس دوباره در مقابلتان استاد میشه یا هم پس برتان گفته میشه. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی را با هم اینجا تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم.